Example. Put the words in correct order. Put the words in correct order. کلمات رو قرار بدین در correct order. یعنی ترتیب درست خودشون. کلمات رو به صورت درست مرتب بکنید. خب. توی اینجور جملات، جملات در هم ریخته این شکلی، ما چی گفتیم؟ گفتیم برای مرتب کردن اینا بهترین کار اینه که بلافاصله نگاه کنیم این آیا جمله سوالی هست یا نه. با یه علامت سوال تهش به ما نشون میدن که آیا جمله‌ای که میخواید مرتب کنید سوالیه یا نه. اگر سوالیه مثل این جمله، بعد اولین کاری که بعدش انجام بدیم اینه که نگاه کنیم این WH توی کلماتمون هست یا نه، where و when و which و who و اینا هست یا نه که اینجا نیست. وقتی که نیست، اگر بود اونو اول باید می نوشتیم. حالا که نیست، جمله باید با فعل کمکی شروع بشه و دیدیم که افعال ناقص یا افعال مدار رو گفتیم فعل کمکی هستن. اینجا توی این ترتیب چی رو داریم؟ ما می رو داریم، پس جمله اینجا با می شروع میشه. ولی وقتی که فعل کمکی رو نوشتیم، ترتیب همون ترتیب جمله های انگلیسیه، فاعل، فعل، مفعول الی آخر. من الان می رو میمیسم اول جمله، بلافاصله بعد فاعل رو بعدش میمیسم. می آی، آیا من ممکنه؟ خب بعد از آی که فاعل هستش ما باید فعل رو بنویسیم. دو تا فعل داریم اینجا، یکی هلپ رو دارم، یکی اسک رو. با توجه به معنی جمله، می آی هلپ هر، من میتونم به اون کمک کنم، یا می آی اسک هر، یا من میتونم ازش بخوام. خب اینجا با توجه به اینکه ادامه میخوایم بدیم جمله رو، بعد میگیم می آی اسک هر، آیا من ممکنه از اون بخوام تو هلپ می، که به من کمک کند. ترتیب دیگه رو نمیشه براش قائل شد، چون جمله غلطی در میاد از آب. May I ask her to help me؟ پس گفتیم که جمله سوالیه، فعل کمکی رو اول می‌نویسیم، فاعل، فعل، مفعول، بقیه اجزای جمله. تا همین جاشو که مرتب کنیم بقیهش تقریبا دستمون میاد که باید چه کار کرد. جمله بعدی، جمله سوالی نیست، علامت سوال انتهاش نداره. Cook رو به ما داده He can't dinner us for. خب ما این جمله رو طبق همون الگوی همیشگی جمله انگلیسی باید مرتب کنیم. فاعل رو میاریم اول جمله، کلمه‌ای که میتونه لابلای اینا فاعل باشه چیه؟ هیه. هی رو بعد اول جمله می‌بینیم، بعد یه فعل ناقص داریم می‌بینیم و یه فعل اصلی. اینا دوتا میشه ترکیب کلی فعل ما. فاعل علاوه فعل میشه فاعل علاوه این دوتا. هی کانت کوک، اون نمیتونه بپزه دینر مفعول شام رو for us برای ما. جمله مرتب شده این میشه هی کانت کوک دینر فور اس، اون نمیتونه شام برای ما بپزه. جمله شماره 3 رو دقت کنید. The corner یعنی اون گوشه. Must باید. They آنها now اکنون. Be باشند. و around them یعنی پیرامونه هل و هوشه. جمله سوالی نیست. وقتی جمله سوالی نیست باید جمله رو با فاعل شروع کنیم. فاعل ما اینجا چیه؟ They. They رو بعد اول جمله می‌نویسیم، بعد از فاعل فعل رو می‌نویسیم. این ترتیب همیشگی جملات انگلیسیه. بعد از فاعل، بعد از they باید فعل بنویسم و فعل من اینجا ترکیبی است از یه فعل ناقص یعنی must و یه فعل معمولی یعنی be. They must be. آنها باید باشند. کلمه دیگر اینجا فعل نیست. آنها باید باشند. بقیه اجزای جمله به این ترتیب میشه. They must be. آنها باید باشند. Round the corner. هلوهوش همین گوشه، همین گوشه کنارا. Now اکنون این میشه جمله ما. They must be around the corner now. شماره 4. People should sugar not fed و eat. جمله سوالی نیست. وقتی که جمله سوالی نیست نیاز به فعل کمکی و WH اینا نیست که بیارم اول جمله. باید چه کار کنم؟ باید فاعل رو بنویسم اول جمله. فاعل ما people هستش. People اول جمله نوشته میشه. مطابق با توجه به اینکه صفت فت رو توی جمله می‌نویسم احتمال داره این بشه فت پیپل. خب پیپل حالا فعلمون شود و ایت و منفی هم هست، شود نات ایت. مردم نباید بخورن شوگر. چه مردمی؟ فت پیپل. فت پیپل شود نات ایت شوگر. بعدی شماره 5. رضا هلپ کن آس ده پرابلم سولو و کرکتلی. جمله نسبتا طولانی تر شد ولی بازم همون اصول رو نگاه میکنیم. جمله سوالی نیست پس فعل کمکی یا کلمه پرسشی اولش نمیاد. اول جمله باید فاعل باشه. کلمه ای که بین این کلمات میتونه فاعل باشه و قشنگ مشخصم هست چیه؟ رضاست. رضا رو اول جمله مینویسیم، بعدش باید فعل رو ایجاد کنیم. داریم میبینیم که اینجا هم فعل ناقص داریم و هم فعل چی؟ کامل. در این موارد فعل ناقص و فعل کامل رو کنار هم میذاریم. اول فعل ناقص بعد فعل کاملمون تا چی؟ تا یه ترکیب گروه فعلی درستمون در بیاد. جمله تا اینجا میشه رضا can help. رضا میتونه کمک کنه. بقیه قسمت جمله تقریبا میشه چی؟ رضا can help. رضا میتونه کمک کنه. us به ما.
solve the problem correctly, که مسئله رو به صورت درست حل کنیم. پس ما اولش اینه که اصلش اینه که اون ارکان اولیه جمله رو چکار کنیم، مرتب کنیم و درست بچینیمشون. رضا میتونه به ما کمک کنه حل کنیم مسئله ها رو correctly، به صورت درست، به صورت صحیح. جمله قسمت بعد، تمرین بعدی هستش، نیمه های جمله رو به هم بس کنیم. match the two halves، دو تا قسمت جمله، دو تا نیمه جمله رو میخوایم به هم بس کنیم. نیمه های اون و با نیمه های این و که همون ارتباط در واقع افعال مدالی هم بینشون هست رو ما دادن و از ما خواستن که اینا رو she is so different، او خیلی متفاوته. این یه نیمه است که این بر همشون با فعل مدال به کار رفتند. She is so different. We mustn't hurry. ما نباید عجله کنیم. این نمیتونه نیمه اون باشه. او خیلی متفاوته. You must not get up early. تو نباید صبح زود بیدار شی. اینم نمیتونه نیمه مناسبی برام باشه. She is so different. You can't be her sister. این نیمه مناسبشه. She is so different. او خیلی متفاوته. تو نمیتونی خواهر اون باشی. You cannot be her sister. Okay. جمله بعد. This is the last train. این آخرین قطاره. این آخرین قطاره. We mustn't hurry. ما نباید عجله کنیم. آخرین قطار باید عجله کرد. You must not get up early. تو نباید زود بیدار شی. نمیتونی نیمه مونه. We should change them before our trip. اینو که به کار بردیم. We should change them before our trip. ما باید اونا رو عوض کنیم قبل از سفرمون. نمیتونه نیمه مناسبی برای این آخرین قطاره باشه. We must not miss it. ما نباید دستش بدیم. This is the last train. We must not miss it. بله. I will prepare the breakfast. من صبحونه رو آماده خواهم کرد. بین این گزینه‌هایی که تا اینجا داشتیم کدومش میتونه نیمه مناسبی برای این باشه؟ من صبحونه رو آماده میکنم. We mustn't hurry. ما نباید عجله کنیم. نه. You must not get up early. این نیمه درستی براش. I will prepare the breakfast. من صبحونه رو آماده میکنم. تو نمیخواد، نیازی نیست که صبح زود بیدار بشی. You must not get up early. We have plenty of time. ما یه عالمه وقت داریم. جمله‌ای که تو ذهنمونه. We mustn't hurry. نباید عجله کنیم. The tires are rather old. این تایرها، این لاستیک‌ها نسبتاً کهنه هستند. We should change them before our trip. بقیه یادمونه که استفاده کردیم. ما باید تعویزش کنیم اون لاستیک‌های کهنه رو. Before our trip. قبل از چی؟ قبل از سفرمون. قسمت بعد اینو داریم، کاربرد حروف اضافه at، in، on. یکی از مهمترین نکاتی که باید توی زبان جدیدی که داریم یاد میگیریم بهش خوب بپردازیم کاربرد حروف اضافه است. حروف اضافه‌ای که توی یه زبان هستن الزاماً کاملاً همپوشی با زبان دیگری ندارن، یعنی حتماً خیلی مشابهت هم ممکنه داشته باشن ولی حتماً یکی نیستن با هم دیگه. ما اگر مثلاً یه جاهایی میگیم علاقمند به توی انگلیسی مثلا توه، ولی ما نمیتونیم اونجا interested to مثلا استفاده کنیم. اینا رو باید خیلی هاشو یاد گرفت، باید خیلی از کاربردهای اینا رو یاد گرفت و یاد بگیریم که اون حروف اضافی که توی این زبان هستن کجا و چه شکلی توی جمله استفاده میشن تا بتونیم درست ازشون استفاده کنیم. حالا ما اینجا کاربرد حروف اضافه رو در حد حروف اضافه at و in و on اولش میخوایم بگیم. کاربرد سه تا حرف اضافه at، in، on. مشابهت این سه تا حرف اضافه در اینه که هر سه تاشون معنی بر یا مثلا در میدن. هر سه تا اینا معنی مشابه این چینی دارن. مثلا ما یه جاهایی میخوایم بگیم در مثلا تهران، میخوایم بگیم at تهران، in تهران، on تهران، کدومی که از اینا باید به کار بره؟ یا مثلا میخوام بگیم در خیابون مثلا رسالت، باید کدومی که از این سه تا کلمه رو به کار ببریم؟ اینا اون جاهایی که کاربرد اینا کاملا باید بررسی شده باشه و قبلش بدونیم که چجوری باید از این سه تا حرف اضافه استفاده کرد که میخوایم همین کار بکنیم. دقت کنید، اولی آن، حرف اضافه آن که باز به معنی بر یا در هستش، برای زمان، روزها و مکان خیابان به کار میرود. پس ما اگر یه روزی رو میخوایم در فلان روز این کار انجام میشه از آن استفاده میکنیم. آن ماندی، آن ساندی، آن تیوزدی. و اگر توی خیابان، مکان مورد نظرمون که میخوام بگیم در فلان خیابان، اگر یه خیابان هستش باید از چی استفاده کنیم؟ از آن استفاده کنیم. این کاربرد مخصوص آن هست. دقت کنید. For example، on Wednesday میخوام بگیم در چهارشنبه، میگیم on Wednesday. On St. Joseph Street میخواستیم بگیم در خیابان سنت جوزف، اینجوری گفتیم on St. Joseph Street. پس برای خیابان وقتی در رو میخواییم به کار ببریم، و
و یا برای ایام از چی از آن استفاده میکنیم. حرف اضافه بعدی این برای زمان و مکان وسیع به کار می‌ریم. داریم می‌بینیم که همه این حروف اضافه به نوعی هم برای زمان دارن به کار می‌رن و هم برای چی مکان. این برای زمان و مکان وسیع استفاده میشه. دقت کنید مثالشو. For example, in Iran. ایران یه مکان وسیعه، برای در ایران می‌خوایم بگیم از چی استفاده کنیم؟ از in Iran. و in 1995 در 1995 یعنی چی؟ برای زمان وسیع هم از این استفاده کردیم. حرف اضافه بعدی، ترکیب بعدی next to یعنی جنبه یا کناره هستش. جنبه یا کناره میبینیم که بیشتر کاربرد مکانی داره و مثالش اینه next to the park، کنار پارک، جنبه پارک، بغل پارک. بغلی که ما میگیم یا کناره همون next توی هستش که اینجا داریم میبینیم. کلمه ات زمان و مکان دقیق استفاده میشه. اینم باز کاربرد زمانی و مکانی داره و برای زمان و مکان دقیق مثالاشو ببینیم. For example, at 5 در ساعت 5 یه ساعت دقیقی رو ما در نظر داریم، پس برایش از چی استفاده میکنیم؟ از at 5 در ساعت 5. At school در مدرسه، و برای مدرسه هم که وقتی مخصوصا ازش فاصله زیادی داریم میخوایم بگیم رضا مدرسه است، میگیم رضا is at school. اوکی okay. یا at school کلا به صورت کلی زمانی استفاده میشه که به صورت این مکان دقیق در نظر میگیریمش. برای زمان ها و مکان های دقیق از چی؟ از at استفاده میکنیم. یه تمرین از همین موضوع، use appropriate prepositions، از حروف اضافه مناسب استفاده کنید. یه متنی رو دادیم اینجا که این چی توش حروف اضافه میس شده و شما باید انتخاب بکنید که کدومی که از اونا مناسبه توی این جای خالی. Mary and Sally met each other. Mary و سالی دوتا اسم، met each other، ملاقات کردن همدیگر رو. A hotel، توی یه هتل، در یک هتل میخوایم بگیم. When they were، وقتی که آنها بودن. Holidays، تعطیلات. خب اینجا برای هتل اونا همدیگر در یک هتل دیدن، توی یک هتل، از هتل از چی؟ از این استفاده میشه، این هتل. When they were، وقتی که اونها بودن. ایام، holiday، برای روزها گفتیم از چی استفاده میشه؟ از آن استفاده میشه، on holidays. They live، اونها زندگی میکنند. The same town، در یک شهر، هر دوتاشون توی یک شهر زندگی میکنند. town هم یک مکان وسیع هستش، براش از این باید استفاده بشه، in the same town. So they arrange، بنابراین اونها ترتیب دادن، مرتب کردن. To meet again، تا بازم چی؟ بازم ملاقات کنن همدیگر رو. سینما، در سینما. 7 o'clock، ساعت 7. The next Saturday، یک شنبه بعد. اونا قرار گذاشتن با همدیگه که همدیگه توی سینما ببینند، ساعت 7 ببینند و شنبه هفته بعد. سه تا مکان و زمان رو داریم که میخوایم براشون حرف اضافه مناسب استفاده کنیم. Again، سینما، یک مکان دقیق، از چی استفاده میکنیم؟ at سینما. بعد 7 o'clock، یک زمان دقیق دیدیم، برای زمان و مکان دقیق از چی؟ از at استفاده میشد توی هر دوتاشون. و بعد 7 o'clock next Saturday، یک شنبه بعد. شنبه بعد، خب وقتی که ایام هستش بالا هم دیدیم، برای ایام از چی؟ از on استفاده میشد، on the next Saturday. The cinema is، اون سینما هست. Main street، خیابون اصلی. دیدیم برای گفتن یه چیزی که در یه خیابون، در خیابان فلان، از چی استفاده می‌کنیم؟ از on. The cinema is on main street. این سینما در خیابون اصلی است. The town center، در مرکز شهر. مرکز شهر میشه یک منطقه دقیق، پس باید براش از چی؟ از at استفاده کرد. At the town center، در مرکز شهر. Later، بعدش. The evening، یعنی در بعد از ظهر یا در عصر، که دیدیم برای قسمت‌های مختلف روز، همینجا بگیم برای قسمت‌های مختلف، morning، evening، بعد afternoon، برای اینا از چی استفاده می‌کنیم؟ از این استفاده می‌کنیم. Later in the evening، بعدن، در بعد از ظهر، in the evening، they had dinner، اونها شام خوردن. An Italian restaurant، می‌خوام بگیم در یک رستوران ایتالیایی چی میشه؟ In an Italian restaurant. بعد on the square، در یک رستوران ایتالیایی. در کجا؟ در square، میدون اصلی شهر. ادامه همین تمرین، مشابه همین تمرین، use appropriate prepositions، از preposition های مناسب استفاده کنید. The dictionary is، اون دیکشنری هست. The top shelf، قفسه بالایی. دیکشنری روی قفسه بالایی، اینجا on به معنی روی استفاده میشه. On، the dictionary is on the top shelf، روی قفسه بالایی. My parents live، والدین من زندگی میکنند. A busy town، یک شهرستان شلوغ.
خب میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم در یک شهرستان مکان وسیع از چی؟ از این استفاده میکنیم، این بیزی تاون. I found this picture. من دیدم این عکس رو. A magazine، یک مجله. When I was the dentist، وقتی در دندان پزشکی بودم میخواستیم بگیم. I found this picture. من این عکس رو پیدا کردم. In a magazine، توی یک مجله. When I was at a dentist، وقتی که کجا بودم؟ در دندان پزشکی بودم. I work، من کار میکنم. An office، یک دفتر. Oxford Street، خیابان آکسفورد، لندن. سه تا مکان رو دادیم، دفتر، خیابان آکسفورد و لندن. دفتر یک مکان دقیقه، اوکی؟ این an office. بعدی آکسفورد استریت که باید باش از چی استفاده بشه؟ از آن، چون خیابان هستش، آن، اوکی؟ و بعدی لندن، یک مکان وسیع، این لندن استریت. و اونجا توی آفیس من در یک دفتر کار میکنم، یعنی داخل یک دفتر. اونجا این مثل کارورد آن اولی هستش، من داخل یا درون یک دفتر کار میکنم. My name is Maria، اسم من ماریا است. And I come، و من می آیم اسپین، میخوام بگیم از اسپانیا. I come from میشه به معنی اهل جایی بودن. I come from Spain. I am studying English، من دارم انگلیسی میخونم. A school، یک مدرسه، میخوام بگیم در یک مدرسه. این باز کاربرد مکانیه، یعنی داخل یک مدرسه است، میشه این اسکول، اوکی. کینگ استریت، میخوام بگیم در خیابان کینگ، آن کینگ استریت. بعد لندن، میخوام بگیم در لندن. لندن یک مکان وسیع، از این استفاده میکنیم، این لندن. The school is near a hospital، این مدرسه نزدیک یک بیمارستانه. And to a travel agency، و میخوام بگیم کناره یا جنبه، که دیدیم تو را داره. next، و اگر کنارش بگیم ترکیب next تو میشه بغل یه جایی بودن. next to a travel agency. ادامه همون متن. I am very interested visiting foreign countries، میخواد بگیم من خیلی علاقمند هستم به ملاقات کردن کشورهای خارجی. I am very interested in، حرف اضافی interested اینه، in visiting foreign countries and new people، و مردم جدید، ملاقات کردن کشورهای خارجی و مردم جدید. So I always look، بنابراین من همیشه نگاه میکنم. look، حرف اضافه مخصوصش at هست. look at the people working، به مردمی که کار میکنند. in the office، داخل محل کار، بازم اونجا in the office. and think myself working like them، و خودم رو تصور میکنم یا فکر میکنم که مثل اونها کار کنم. I think myself، و فکر میکنم به خودم، working like them. If I want to work there، اگر من میخوام اونجا کار کنم، the future، در آینده، in the future، okay، I need to learn English very well، اگر من میخوام در آینده اونجا کار کنم، باید چی؟ نیاز دارم که زبان رو خیلی خوب، انگلیسی رو خیلی خوب یاد بگیرم.